خیال نکنید که علم بده برای زن خود قرآن میفرماید هل یستوی الذین یعلمون و لذین لا یعلمون آیا اونایی که عالمند با اونایی که جاهلند با هم یکی یعنی لا یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون بعضی هایی که میان مانع تحصیل زنان میشه مانع تحصیل دختران میشه اینا برخلاف رویه پیامبر اسلام و اهل بیت پیغمبر و قرآن رفتار میکنه بله ما قطعا این رو لازم میدونیم که باید مسائل شرعی بانوان در حین تحصیل رعایت شود بله. یعنی ما به جای این که بیایم یک مشکل حل بکنیم صورت مسئله رو پاک میکنیم آقا اگر شما معتقدین که مثلا بانوان در فضای دانشگاه نمیتوانن هجابشان رعایت کنن خب دانشگاه های تک جنسیتی درست کنید چی را؟ اسلام از این فکر دفاع میکند که زن باید تحصیل کند باید با سواد باشد و اسلام این اجازه رو نمیده که این دانشگاه های مختلفی که به این شکل که به جای تحصیل علم و پیشرفت بیشتر ایاشی و کیافی و حرمت و هر هزار تا خلاف شهر انجام میگیره که الان هست واقعا هست قابل این کار نیست ما بدون این که دفاع بکنیم از کسی یا از گروهی یا از شخصی این نظر دینه که زن باید بره تحصیل کنه باید علم داشته باشه این زن اگر بی سواد باشه در تربیت اولاد م... اولاد مؤثر ناموفق خواهد بود بله. ما اگر زنان جامعه رو با سواد بکنیم هم سواد دینی اینا رو بالا ببریم هم سواد علم جدید رو بهشون یاد بدیم بسیار در تربیت جامعه راحتتر خواهیم بود و دستمون جلو خواهد بود پس این خلاصه سخن در رابطه با اهمیت زن با قطع نظر از بله. آیاته. حالا بریم سراغ آیات اگر اجازه باشد من بله. اشاره بکنم که در قرآن کریم خداوند متعال هیچ جایی به خودش احسن نگفته نگفته آفرین مگر اون زمانی که خلقت آدم را و انسان را به پایان رسانده بله. که وقتی میفرماید که ولقد کرم نابنی آدم وحملناهم فی البر والبحر و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفذیلا وباآه۷ف میفرماید ما بنیآدم رو تاج کرامت بر سرش نهادیم از همه موجودات گرامیتر قرارش دادیم وفضلناهم علی کثیر منمن خلقنا تفذیلا در بر و بر خشکی ها رو در تسخیر اینا قرار دادیم دریا ها رو تسخیر اینا قرار دادیم الان ما نداریم اینجوری هیچ موجودی که مثل انسان باشه واضحه خدا این قابلیت ها رو در وجود انسان قرار داده بعد وقت این وجود آدم رو توصیف میکند که ما گل آدم رو سرشتیم و نفخت و فیه من روحی ما تصویه وجودی فیضا سویت و, و نفخت و فیه من روحی اون وقت میگه ما امر کردیم به تمام فرشتگان که برای سجده کنند بعد میفرماید فتبارک الله حسن الخالق آفرین بر خدایی که چنین مخلوقی را آفریده خب ببینید این خدایی که انسان رو چنین جایگاهی براش قائل هست در آیات دیگر بدون هیچ تفاوتی تفاوت بین زن و مرد خداوند متعال میفرماید من عمل صالحا من ذکر او انسا و هو مؤمنون فلنوحیان نه حیاتا تیبه ولا نجزيهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون اینا رو باید بدونن و هم مؤمنون قید اینجا میفرماید چه مرد باشه چه زن وقتی کار خیری مثلا تحصیل میکنه و هو مؤمنون شرایطش رو رعایت میکنه فلا حیات طیبه ما مزه حیات طیبه رو زندگی پاکیزه رو به اینها میچشانیم چقدر زیباست که ما در سایه دین هم علم بیاموزیم هم اخلاق بیاموزیم هم حدود شرعی مربوط به همه رو رعایت کنیم بله. این چه اراده داره الان فاطمه زهرا سلام الله علیها سیدت نساء العالمین هست حضرت معصوم سلام الله علیها این همه عظمت دارد که فرمود اگر کسی خواست ثواب زیارت بی بی دا عالم فاطمه زهرا سلام الله علیها رو ببرد برود به قوم به زیارت حضرت معصوم سلام الله علیها حضرت زینب سلام علیه الله علیها من از قرآن آیات و ارز کنم که دقیقا کلماتی که در رابطه با زنان الگویی که در قرآن مطرح شده نوشتم اونا رو می‌خواستم خدمت عزیزان بخونیم ولی خب دیگه فرصت بعدی هست بله ان اگه ما در خدمت بودیم اینا رو توضیح میدیم در این یک دو دقیقه که بالاخره از برنامه ما امشب باقی مانده و بسیار هم حسن تصادف زیبایی بود و فرمایشات حضرت عالی بجا و مناسب انتخاب شد خدا خیرتان بده با توجه به شرایطی که بالاخره همه ما میدانیم صحنه بسیار غم از تحصیل نکردن دخترانمان در کشور من افغانستان دیدیم در این چند سال و می که از شما این چند جمله آخرتان ربط بدین به ایام شهادت حضرت زهرا سلام الله ها و در واقع استفاده کنیم از این فرصت که چقدر ما می در واقع از این جایگاه زن در نگاه اسلام و قرآن استفاده کنیم برای دنیای امروز قطعا همینطوره ببینید ما وقتی زن رو یک موجود اینجور مقدس می که خدا در قرآن توصیف کرده است این محدودیت های بیدلیل رو برای او قائل نخواهیم شد الان در مورد تحصیل دختران در کشور عزیزمون اشاره فرمودید ما میگیم باید اون فضای دانشگاه دید بله اگر اسلامی است یعنی اگر برخورد دو نفر نامحرم با یکدیگر ندارد اگر سبب نگاه حرام نیست اگر سبب اشاعه نیست اشکالی نداره آقایون جلو مثلا نشستن بله. ها عقب نشستن یک استاد میاد تدریس میکنه و بعد آقایون مثلا زودتر میرن یا خانم ها زودتر میرن بیرون سبب اختلاط زن و مرد نامحرم نیست سبب اشوگری های ارز کنم خدمتون که دختران بی نیست اگر اینا نیست اشکالی نداره نگاه اسلام رو که ما دین اسلام رو که نمیتونیم انکار کنیم قطعا چه دانشگاه باشه چه حوزه علمیه باشه چه زیارتگاه باشه چه مسجد باشه روح اسلام مخالف با مجالس مختلفه و حقیقت اسلام هم این است که زن مثل مرد حق تحصیل داره بله باید بین این دوتا جمع کرد و قابل جمعه آقا مکتب ها و مدارس و دانشگاه های جدایی تعریف کنیم چی اراده داره همون مقداری همون طوری که ما از اول بچه ها رو مکتب هاش جدایه مثلا تا فرض کنید کلاس دوم جدایه کلاس نهم جدایه از اینجا که دوازده رو تمام کرد اینا میان همشون تو یک اتاق جمع میشه بعدش هم رعایت شرعی هم نمیشه بلد. خب اینو باید اصلاح کرد اتاقشون رو باید جدا کنه وقت تحصیل الان من این عرض بکنم در بسیاری از کشورهای پیشرفته نخبگانی که در حال تحصیل و اختراع و ابداع هستند اینا هیچ وقت یک فضای مسمومی که اونجا مسائل جنسی حرف اول بزنه تحصیل نمیکنند. بله. در بسیاری از جاها حتی در همه آمریکا اونایی که نخبن محل تحصیل دختران از پسران جدای ما دفاع نمی کنیم از اینکه دختران محروم باشه از تحصیل بعضی وقتا یک کلیپ دیدیم مثلا از باب اعتراض اینا دست بچه ها فسراب صورتش گرفتن رد میشن که ما دفاع کردیم از حقوق زن دفاع تو دفاع معقول باشه بلده. بیا مثل مرد وایسو بگو آقا بیا دانشگاهی تک جنسیتی درست کن شمایی که میگه زنا اینجا خلاف شر اتفاق میفته اگر جدا هم باشه اتفاق میفته جدا یک دانشگاه تحصیل محل تحصیل بسیار بسیار خوب برای دختران ما که کرامت انسانیشون حفظ بشه از استعدادهای نا استفاده شوه آقا همینایی که الان میگن شما دختران تحصیل نکنن خوبی خانم اینو میخوای وضع حمل کنه کی باید این کمک کنه بله متخصص زنان ما لازم نداریم یا نه ما اینجوری میگیم زن اگر توانست وضع هم بکند که او خوبه اگر نه بمیرد ما یک زن دیگه میگیم بله این منطق حاکم در دین در دین ما اینه که از حد اکثر این ظرفیت ها و استعدادها برای پیشرفت جامعه ان استفاده بشه